چیزی میبینم؟ یعنی چت تو میاد بچه چت بچه هر موقع شما بگید من. سلام، امیدوارم که همگی روز خوبی داشته باشین. بله بله ممنونم. من نامم حمیدرضا منصوریانه. بعضی از شماها شاید با من کلاس داشتید، شاید بعضیاتون هم با من کلاس نداشتین. من معلم مدرسه همین استعدادهای درخشان هستم و مدارس دیگه توی شهر تهران، یکم هم حالا تو شهرهای دیگه هم بودم. سپاسگزارم. سلام بر شما، نماز و روزه های شما هم مورد قبول. سلام بر بچه هایی که میشناسم هم در واقع یه بار دیگه سلام. من بچه ها در این دوره قراره که همین در دوره TNT که قراره بتره کنیم، من قراره که خیلی فشرده اون نکته های کلیدی که خیلی به درد بعضی از آزمون ها میخوره رو بگم. البته که گرایش قطعی، گرایش من عمدتا بیشتر به سمت آزمون های تیزوشان و آزمون های نمونه مردمی اشاره خواهم کرد، به در واقع انواع و اقسام حالا آزمون هایی که شما ها میخواین بدین تو مدرسه های برتر و اینا. منتها میگم با این گرایش بیشتر که من آزمون سمپاد و آزمون های نمونه مردمی رو براتون تحلیل میکنم و اونجاها رو بهتون میگم چه نکته های اصلی داخل اونجا میگم که وقتتون تلف نشه و در واقع بتونید از این 5-6 جلسه ای که دارید استفاده خودتون رو خوب ببرید. سپاس. نه ببین متین چند تا نکته که داره، نکته هایی که قبل از عید گفتیم، خب چون ما قبل از عید من تو کلاس های خودم بچه ها در همین کلاسینو درس دادم، اینجا من نکته های کلیدی میگم. ببینید شما برای شرکت توی آزمون ها به چند تا مهارت نیاز دارید. یکی از مهارت ها دانشتونه که اصلا درش بحثی نیست. خب بچه‌ای که قبل از عید با من بودن بحث دانشیشون یه بحث خیلی ساختاری بود که من سعی کنم اون دانش رو بالا ببرم، یعنی دانش رو نسبت به درس خودم بالا ببرم. یک نکته ای که در واقع الان میخوام بگم بحث اینه که نکته کلیدی هایی که به کارتون میاد چی هست؟ چون ما تو این 6 جلسه قطعا نمیتونیم من دوباره تمام کتاب و درس بدم، چون من میخوام در مورد دو تا کتابم حرف بزنم، 8 و 9. یعنی کتاب مطالعات اجتماعی 8 و کتاب مطالعات اجتماعی 9 اصلا وارد فضای درسی کتابا نمیشم، فضا رو موضوعی میکنم. میگم مثلا در موضوع نقشه شما باید به چی توجه کنید، در موضوع مثلا خط زمان باید به چه چیزی توجه کنید، اینجوری با قضیه قراره برخورد بکنید. بله بعضی از درس‌های خاص رو هم مثل درس در واقع مختصات یا بحث نگرش کلی نسبت به نقش و اینا رو هم خیلی خاص‌تر بیان خواهم کرد که به درد شما بیشتر بخوره، چون که حالا در واقع این درساییه که خب یکم درد سرسازه و یکم اذیت بکنه. قطعا هم چه در آزمون‌های نمونه دولتی و چه در آزمون‌های استعداد درخشان و چه در امتحان نهایی شما باش درگیر خواهید بود. منتها در امتحان نهایی یک کوچولو این قضیه کمتره، میتونید اون فصلش رو اصلا انتخاب نکنید. چند تا نکته رو چون الان از همه جا در واقع هستید و یکم الان عمومی تر هستید من بگم. حالا بچه‌ای که قبلا با خودم کلاس داشتن یکم بحثش متفاوته. ببینید من یه چیزایی رو عمومی میگم. ببینید مطالعات اجتماعی، اگر شما دانش آموزی هستی که میخوای توی آزمون‌های استعدادهای درخشان یعنی همون سمپاد یا آزمون‌های نمونه دولتی شرکت بکنی، مطالعات اجتماعی قطعاً در واقع برای تو امتیاز آوره. چطور این امتیاز آوری؟ من اول از سمپاد شروع می‌کنم. ببینید بی تعارف و بدون هیچ در واقع اضافه گویی شما 10 امتیاز از کتاب‌های یعنی از درس مطالعات اجتماعی دریافت خواهی کرد توی استعداد درخشان. علتش اینکه 10 سوال داره، هر سوالش یک امتیاز داره و این جنبه برگ برنده برای شما داره. همه معلم ها و همه شاخه ها میدونن که یه سری درسایی شبیه قرآن و پیام های آسمانیتون به اضافه مطالعات که این درس ها هستن که خارج از حالا درس های دیگه کمتر بهشون بها داده میشه، اتفاقا اینا برگ برنده هن. چون در آزمون های استعداد درخشان اون چیزی که سنجیده میشه تراز شماست بچه ها،
یعنی این سنجی نمیشه که شما در چه درسی چه چیزی رو داری میزنی و میری جلو. بله مثلا در ریاضی ضریب شما میشه 4، اما در نهایت تراز شما سنجیده میشه. اینکه شما یه درسی رو ببوسی بذاری کنار کلن خراب میکنه، ترازت رو خراب میکنه. تفاوتی که ایجاد میکنه، ماجرا ایجاد میکنه اینه که در واقع خود در واقع مطالعات اجتماعی خیلی کمکتون خواهد کرد که تراز شما رو ببره بالا. و حالا میگم درسایی از این دست، چه در رشته ریاضی، چه برای رشته تجربی، چه برای رشته انسانی فرق نمیکنه. ضریب برای هر سه رشته، یکی برای مطالعات و در آزمون سمپاد البته. و این یک بودنش که تو همش در واقع 10 امتیاز به دست میاد. خیلی هم بقیه مثل بقیه نیست که خیلی پرسش پیچیده بشه. پرسش ها همشون بدون استثنا برآمده از هوش هستن، منتها از متن کتاب ها هستن، با این تفاوت که خب به هر حال تعداد دروس بسیار زیاده که من اصلا در مورد اینکه چه درسی چه جوری میاد بیشتر صحبت خواهم کرد. بعضی از بچه ها دارید در مورد بعضی از چیزا میپرسید، مثلا میگید که فلان مبحث رو بگو. چشم، من فلان مبحث رو قطعا خواهم گفت، منتها ترجیحمون این بوده که در جلسه اول مثلا کلیات رو بگم برای کسایی که میخوان با کلیات آشنا بشن. کلیات رو بگم مثلا چه چیزی در کجا میاد. من یه دیدگاه کلی بهتون نسبت تو هر سه تا شاخه آزمون های سمپاد و آزمون های نمونه دولتی و حالا یه سری مدارس برتر به اضافه آزمون نهاییتون میدم، این رو در جریان باشید و بعد وارد یکی از مباحث میشم که همون مبحث دید کلی به نسبت به نقش است. در جلسه بعدی قطعا مختصات جغرافی رو باز خواهم کرد، مبحث مختصات جغرافیایی که مبحث دردسرساز و کلا کلیدی هست، اینو باز خواهم کرد به اضافه اختلاف ساعت‌ها. بنابراین این تو جلسه بعدی گفته خواهد شد، یعنی امروز من خیلی وارد اون بحث نمیتونم اصلا بشم. یعنی اگه بخوام اونو باز کنم از اول ساعت باید شروع بکنم، هی مطالبو بگم، هی ریز ریز واردش بشیم. اصلا باید من قبلش پیش نیازم بگم که اصلا چرا باید اون نقشه ها رو بخونیم و شما باید چه چیزی رو نقشه ها بدینیم. البته که درس امروزمون کاملا مرتبط میشه به هفته آینده، میگم براتون، اینم کامل براتون میگم. سما دقیقا اینم براتون خواهم گفت که تاریخو چه جوری باید حفظ کنین و چه چیزیش مهمه که توی آزمون ها به دردتون بخوره. من قبلش فقط از همگیتون یه پوزش بخوام. من با شروع فصل بهار سرفه هام آغاز میشه، من هر از چنگای مجبورم که گلوم رو تازه کنم که مثل امین الان. پس بنابراین باید منو ببخشید که هر از چنگای یه وقفه چند ثانیه میفته که من کمی آب بنوشم که این اتفاق نیفته. خب من میتونم برگه سفیدم رو داشته باشم؟ به من میگین اسمش چی بود؟ فری دوبار. بله بسیار خب. بچه یه چند دقیقه چت نکنید و فقط گوش بدید که من این فضا رو براتون باز کنم که ببینید با چی طرفید. ببینید در آزمون‌های مختلفش رو من میگم. اول از امتحان نهاییتون آغاز میکنم که شما تو امتحان نهایی همین مطالعات با چی روبرویید. ببینید امتحان نهایی شما ببینید در چون سال نهم هستید عمدتاً، یعنی ما سال احتمالاً هشتمین تو الان تو شما نداریم دیگه، ما 24 تا درس داریم، ما 24 تا درس کتابی داریم. این 24 تا درس قاعدتاً تقسیم بر 2 میشه، 2 تا 12 تا برای هر ترم باقی میمونه. یعنی ما 12 درس در ترم اول میخوایم بخونیم، 12 درس در ترم دوم، با این تفاوت که این ترم اولمونه و این ترم دوممونه. با این تفاوت که من فقط بنویسم کنارش، می‌نویسم که اگر خواستید بچه ها اینو داشته باشید که یا بخواید اسکرین چیزی بگیرید یا تصویر بگیرید بدیم. این برای امتحان نهاییه، این امتحان نهاییتونه. حواستون خیلی بهش جمع کنید که توی امتحان نهاییتون خیلی تاثیرگذاره. این هم الانشو خوب بفهمید. ببینید ترم اول خب شما 12 درس تو درس دارید، از درس 1 تا درس 12 تا پایان درس 12. در ترم 2
شما از درس 13 تا درس 24ت اجباریه، یعنی به صورت اجباری این درس رو داری. اما نکته اصلش اینجاست که شما این نیست که از ترم اولت هیچی نخونی. شما قاعده کتابای درسی و قاعده کلن درس خوندن اینه که توی حالا مدرسه وقتی میخونین اینه که شما باید از ترم اولتون هم بخونید. تو بعضی از کتاب ها مثلا میگن یک سوم اول کتاب، مثلا باید کلن اینقدر از کتاب اول. در مطالعات انتخابیه، میگه که ببین تو مطالعات میگه 12 درسش اجباری، اجباراً این 12 تا درس رو باید بخونی. اما چه چیزی از ترم اولت باید بخونی؟ یعنی از 12 تا ترم اولت چیا رو باید بخونی؟ این 12 درس ترم اول تبدیل میشه به 6 تا بخش. درس 1 و 2، درس 3 و 4، درس 5 و 6، درس 7 و 8، 9 و 10 و درس 11-12. میگه که هر کدوم از این درس ها ارزش 2.5 نمره برا ما داره. میگه هر کدوم از این درس ها آموزش پرورش میگه 2.5 نمره برا ما ارزش داره. میگه کل این بخش اجباریتون 15 نمره و هر کدوم از این درس ها 2.5 نمره برا ما ارزش داره. خب توی کلیت میگه اه، پس اینجوری که خب مقداری زیاد میشه که، اما میگه خب چجوریه این اجباریه. میگه حالا اجباری شما اینجا اختیاریه. چقدرش اختیاریه؟ انتخاب دو تا از این بخشا اختیاریه. یعنی شما میتونید مثلا این رو انتخاب کنید با این دو تا 2.5تون رو بگیرید، یعنی اون 5 نمره بقیه‌تون رو از این به دست بیارید، هر کدومی که انتخاب کردید. با این تفاوت که ببینید 8 درس اولیتون بخش جغرافیاست، 4 درس بقیهش میشه در بخش تاریخ. بچه ها حالا میان متناسب با اون گرایشی که خودشون دارن و حالا معلمشون داشته و حالا اون چیزی که معلم بهشون در واقع خوبتر درس داده یا اینکه خودشون بهتر فهمیدن انتخاب میکنن. تکرار میکنم، شما در ترم دوم توی آزمون نهاییتون 15 نمره اجباری از درس 13 تا پایان درس 24 دارید. اصلا شکیش نیست، یعنی 4 تا از تاریخ و 8 تا از بخش مدنی کتابتون. این اجباریه، یعنی نمیتونی نخونی، اینو باید امتحان بدی. منتها میان تو برگه ها 6 قسمت درست میکنن، بهش میگن بسته. اونجا بسته 1 2 تا درس توش، بسته 2 2 تا درس، همینجور 6 تاست. میگه از این 6 تا تو موظفی 2 تاش انتخاب کنی. بچه ها اصلا هم نمیتونید یه سوال از یه بسته انتخاب کنید، یه سوال از یه بسته دیگه انتخاب کنید. موظفی به بسته رو کامل انتخاب کنی، چون اونجا اون که مصححه درسته، شاید معلم خودت مصحح باشه ولی نمیتونه این کار، چون کلید داره، باید حتما همون بسته خاص رو برای شما صحیح کنه. پس بنابراین میاد دوتاشو که تو اختیار کردی همونا رو صحیح میکنه، تمام. این میشه ساختار امتحان نهاییتون. امتحان نهایی بچه ها چون عمومیه، در سطح شهر برگزار میشه. برای مثال مثلا میگن شهر تهران، شهر مثلا اصفهان، شهر فلانجا. این چون به صورت عمومی برگزار میشه این خیلی حالت متوسط داره، خیلی آزمونش به صورت متوسط برگزار شده. من معذرت میخوام، ببخشید آقای روی صفحه من. ببینید این خیلی متوسطه، یعنی حالت کلیش خیلی متوسطه، یعنی اصلا فکر نکنید خیلی چیز دشوار سختیه که حالا قرار باشه جیگرتون سر امتحان در بیاد و نابود بشید و اینا نیست. این هستش. بله بله مبین وسیری، این کاملا مال کل کشوره. بله کاملا کل کشوره، این اتفاق در مورد کل کشور میفته. یعنی این موظفن، این به آموزش پرورش به صورت کلی در ساختار کلی دپارتمان درس مطالعات اجتماعی به همه کشور ارائه داده. از بخش اختیاری دو فصل پیشنهادی شما کدوم است؟ من پیشنهادی نمیتونم اینجوری بدم، ولی ببینید پیشنهاد من وابسته به سلیقه شماست. ببینید بچه ها، بعضی از بچه ها، من میتونم بگم که بچه ها چی کار میکردن، چون من که اصلا برای من که تفاوت نمیکنه کدومش بچه ها انتخاب کنه. ببینید بچه ها معمولا میگفتن آقا ما که مثلا قراره که تاریخو بخونیم، 4 درس دوم تاریخمون اجباریه، 4 درس اولش هم بخونیم، کلا جغرافی رو نخونیم. یه دسته اینجوری بودن. یه دسته از بچه ها بودم گفتم آقا دوتا درس، مثلا درس آب و هوا و
اون انواع محیط های کره زمین راحت تره من اینو بخونم. یکی از بچه ها میگو من اون دوتا فصلی بود که مثلا در مورد زیست بوم ها بود، اون راحته، اونو میخون. میگفتم ما اون دوتا رو میخونیم، این فصل هم از تاریخ میخونیم، این راحت تر. مدل بچه ها اینجوری بوده، ولی عمدتا یه قسمت رو انتخاب میکنم. میگو باقا من چارتای اول جغرافی رو میخونم، یا چارتای دوم جغرافی رو میخوام، یا چارتای سوم رو میخوام، اینجوری بهتره به نظر من. یه چارتا بخونید، یه چارتا پشت سر هم بخونید، یه بخش خودتون حذف کنید 8 تا رو، دوباره برید سر وقت اون 12 تای اجباریتون. در کل شما با 16 تا درس رو برای ترم دومتون بخونید، ولی این تو کلیت تو کل کشور مشترک بوده تا الان، مگر اینکه دوباره یه تصمیمی جدید گرفته بشه که من اونو نمیدونم. مثلا پارسال بچه‌ها یه اتفاقی که افتاد، اصلا گفتن یه سری از درس‌ها حذفه، امسال حذفی ندارید، گفتن یه سری از درس‌ها حذفه. من تا الانی که پرسیدم و از مسئول گروه‌هامون و همه کسایی که ما حالا ما با گروه‌های مختلف درسی تو سرتاسر شهر ارتباط داریم پرسیدم، چیزی از درس‌ها تا الان حذف نشده. پارسال کلی از کتاب مطالعات اجتماعی حذف شد که حتی تو آزمون استاد درخشان هم نیومد، که آزمون استاد درخشان اصلا بچه‌ها هیچ حذفی اصلا براشون مهم نیست، یعنی برای طراح اصلا مهم نیست، ولی پارسال مستقیما دستور بود به طراحا که از اون اصلا طراحی نکنن و از همون درس مثلا درس 17 مطالعات نهم حذف شده بود، گفتن به هیچ وجه از اون درس طراحی نکنید، چون ممکنه بعضی از بچه‌ها اصلا اون درس وارد هم بهش نشده باشن، که این توی مثلا شهر تهران حذف شد، حالا تو شهرهای دیگر رو خیلی در جریان نیست، مثلا کلا در کشور حذف شد. یعنی شما از درس 17 پارسال تو آزمون استاد درخشان هیچ سوالی نداشتی، در صورتی که این درس همیشه تو آزمون استاد درخشان بوده. تا اینجاش ردیف. یکم متفاوته، بعضی از شهرها ترجیح میدن که حوزه‌شون بیرون باشه، بعضی ها ترجیح میدن درون مدرسه باشه، ولی درون پرسشا از کلی تو شهرها در میاد، ولی درون مدرسه ها معمولا توسط معلم خودتون صحیح میشه، یعنی تصحیحش درون مدرسه توسط معلم خودتونه، منتها با کلیده، یعنی یه کلید براش میاد و و چیز هستش. من چند بار پرسیدم از بیشتر بدانیم و مطالعه آزاد سوال میاد توی باران، توی چیز نه، توی آزمون نهایی نه، ولی توی استعداد درخشان بله. تو آزمون نهایی به هیچ وجه بچه، تو آزمون نهایی به هیچ وجه، یعنی بیشتر بدانی ما تو آزمون نهایی ممنوعه، کاملا تو امتحان نهاییتون ممنوعه. خب الهه، من باید کاملا این بخشا رو بگم و بعد وارد بشم، من یه بخشش رو درس میدم، نگران نباش. این بچه ها ساختار امتحان نهایی، من برم سر وقت ساختار استعداد درخشان. خب برای استعداد درخشان، حالا به جای اینکه حالا بریم تو این، من وارد یه صفحه بشم، یه کم این امکان کوچیک‌تر شدن داره. آها خب من به جای اینکه حالا وارد اون بشم، اینجوری آوردمش که شما یه کم الگوهاشو ببینید. بچه‌ها ببینین توی استعداد درخشان، بله توی نمونه دو مردمی، نمونه مردمی رو، نمونه دولتی معمولا نداریم، نمونه مردمی که نداریم، نمونه دولتی ها هم بله ممکنه که از بیشتر بدانیم ها بیاد، ممکنه ممکنه. ببینید بچه ها توی استعدادهای درخشان این ساختار کلیه، ساختار کلی استعداد درخشان اینه، اولا که از کتاب هشتم نزدیک 30% سوال از کتاب هشتمه و نزدیک به 70% از کتاب نهمه، یعنی از 10 تا پرسشتون 7 تاش کتاب نهمه و 3 تاش کتاب هشتمه. اصلا هیچ مانعی برای طراح وجود نداره که از کجای کتاب طراحی میکنه. من تو بند آخرش رو بردم، پرسش از هر جای کتاب که بخواد طراح میتونه داشته باشه، منتها با این تفاوت که طراح در واقع اگر بهش گفته بشه مثلا مثل پارسال که آقا اصلا این درس کلن حذف شده باشه، درس رو حذف میکنم، هیچ مانعی برای طراحی از هیچ جای کتاب نداره. بیشتر بدانیم، نقشه، خط زمان، انتهای کتاب، اون کاربرگا، حتی زیرنویس عکس ها، هر جایی که دلش بخواد. این از این، یعنی اصلا براش مهم، یعنی برای سازمان استعدادشان اصلا نمی، آقا دانش آموز داره تو این حد میاد و این کتابی که دست طراحه، طراح به جای اینکه از بیرون طراحی کنه داره از کتاب طراحی میکنه، هیچ چیزی خارج از کتاب نداره، ولی این دستش کاملا بازه.
که البته هیچ وقت هم نیست که همه رو بیان از اینا طراحی کنن، ولی امکان داره که از اینها توی سوالات وجود داشته باشه. این نکته دومش. پس اینکه 30%، 70%، یعنی 3 تاش محتوای کلیش 8مه، 3 تاش محتوای کلیش 9مه، از همه جای کتاب هست. نکته خیلی ساختاری اینه که بچه‌ها ممکنه پرسش‌ها ترکیبی باشه. یعنی چی؟ توی استعداد درخشان، یعنی تو آزمون سمپاد، یعنی اینکه ممکنه یه پرسش مایه کلیش مثلا از کتاب 8م باشه. برای مثال، مثلا اینکه من میگم که ببینید تو بخش مثلا میگم حقوق انواع اون در واقع انواع اون مثلا میگفتیم که مثلا انواع اون مجازات هایی که میخوایم بشین، یه بخشش مثلا میشه کیفری، یه بخشش میشه حقوقی. خب من اینو دارمش، این محتوای کلیش اومده از کتاب 8م انتخاب شده، یعنی دعاوی که حالا اتفاق میفته، دعاوی حقوقی و کیفری تو. این محتوای کلیش از کتاب 8م. ممکنه من سوالی مطرح کنم که از بدنه کتاب 9م باشه. این دعاوی حقوقی و کیفری از بخش مدنی کتاب 8م انتخاب شده. ممکنه من برم از کتاب 9م، از بخش تاریخ کتاب 9م مثلا بیام بگم که مبحث قضاوت سپاری یا همون کاپیتولاسیون که مطرح شده کدوم یکی از اینا رو زیر سوال میبره، دعاوی کیفری یا دعاوی مثلا حقوقی رو، چه اتفاقی افتاده. این دوتا رو بخوام با هم ترکیب کنم، مثال میزنم، یه مثال در مورد انواع پرسش اینجوری میزنم. پرسش آمده بود که من یه پرسش کامل همین استدرخشان رو میگم. پرسش آمده بود که سرزمین های خلافت عباسی، دوره عباسیان، هم دوره که بعد پس از بنی امیه اومده، یعنی از سال 137 هجری تا 650 هجری، نوشته بود سرزمین های خلافت عباسیان غالبا در کدام زیست بوم ها شکل گرفتند. این پرسش سازمان استعدادهای درخشان بود، پرسش فوق العاده کوتاه. پرسش اکثر قسمت پرسش از کتاب 8م، بخش تاریخ کتاب 8م بود. زیست بوم ها در کتاب 9م بخش جغرافیا طراحی شده، یعنی در کتاب 9م مثلا درس 5 کتاب 9مه. پس شما با ترکیبی از پرسش تاریخ کتاب 8م به اضافه پرسش جغرافیای کتاب 9م با هم می آوردید که پاسخش می شد مثلا زیست بوم بیابانی، چون اکثرشون یا مثلا مراتع و بیشهزارهای منطقه معتدله که اینا پاسخش میشد که اون ترکیبی گذاشته بود دیگه. ببینید پرسش ترکیبیه. این که من اینجا نوشتم تأکید بر ترکیب مطالب هست، این اتفاق میفته در آزمون استعدادهای درخشان. برای تیسوشان فعالیت ها رو بخونیم. بله فعالیت ها رو هم باید بخون، گفتم از همه جای کتاب اتفاق میفته. یه نگاه دیگه ای تو تیسوشان مطرحه، مایه کلی سوالا 3-3-3-1 معمولا، سه تا ساختار کلیش جغرافیا، سه تا معمولا تاریخیه، سه تا مدنیه و یکی عمدتا ترکیب همه اینا با همه معمولا، ولی کلا میگم اکثر سوالا خیلی مایه ترکیب شدن با همو دارن، ولی مایه کلی کتاب ها امتحان همین اینه که سه تاش خیلی قیافه جغرافیایی داره، سه تاش خیلی قیافه تاریخی و سه تاش خیلی قیافه مدنی داره. این در کلیت آزمون استعدادهای درخشان. نمونه دولتی بچه ها خیلی به این شباهت داره. حالا تو بعضی از سالها 15 تایی بوده، بعضی از سالها 10 تایی. من امسال رو که میدیدم، همین سالی که گذشت رو میدیدم، فکر کنم 10 تایی بود، حالا اگر اشتباه نکنم حافظم یاری کنه، چون من مال بعضی از شهرستان ها و استان ها رو اومدم تحلیل کردم برای یکی از همین شرکت های، برای شرکت لرنیتو اینو تحلیل کردم، شرکت هایی که موتورای جستجوگر پرسش دارن. ببینید اینجوری مثلا میاد، مثلا یه آزمون نمونه دولتی اصفهان و شیراز، آزمون نمونه دولتی آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی، مدلش این شکلیه. یا مثلا اومده بود که شهرستان‌های استان تهران، شهر تهران بچه‌ها از شهرستان‌های استان تهران جدا، آزمون‌هاش جدا، چون مثلا دو تا جای جدا. شهر تهران به دلیل خیلی بزرگی و گستردگی خود زیادش و مناطقش و تعدد مدارسش از آزمونش جدا برگزار می‌کنه.
این برای نمونه دولتی بود، ولی 10 تا تا 15 تا معمولا متغیر بوده تو سالها، فکر میکنم سال پیشش 10 تایی بود اگر اشتباه نکنم، و خیلی مایه کلی شبیه آزمون های استعداد درخشان بود، ولی بسیار با سطح بسیار ساده تر. بچه من اگه بخوام سطح ببندم براتون، یعنی اگه بخوام یه لولی روی آزمون ها براتون بذارم، باید اینجوری براتون بذارم که آزمون استعداد های درخشان اگر من بین 0 تا 100 بخوام عدد بدم، آزمون استعداد درخشان یعنی سمپاد اینجاه، به لحاظ سختیش ها توی 100 قرار میگیره، نمونه دولتی تقریبا بین 30 تا 40 اینجا قرار میگیره، بقیه مثلا مدارس برتر هم تو همین حدودن، یعنی بین 40 تا 50 و اینا، ولی خب 100 مال همون سمپادش که خب سمپاد سخت‌تره چون گرایش به سمت هوش هم دارن. پرسش حالا وارد که شدیم، من چند تا از پرسش ها که بخونم براتون یکم متوجه میشید، یکم خواهید فهمید که یکم متفاوتن و مدلشون قشنگ متفاوته، برآمده از هوش، همینجوری عادی فقط حفظ کنی نمیشه. البته که سال 90 و سال 1397 98 99 و سال 1399 400 ما اینا رو خیلی آسون داریم، در حد همین نمونه دولتی داشتیم، یعنی سمپاد در حد نمونه دولتی بوده که این دیگه الان دوباره برگشته به همین حالتی که بهتون گفتم. این ساختار کلی پرسش ها. اگر در مورد ساختار کلی پرسش ها، چه امتحان نهایی، چه سمپاد، چه نمونه دولتی، پرسشی هست که من بدونم بنویسید، من بدونم پاسخ میدم، اگر ندونم نه. استاد شما از 13 تا 24 رو میگید، چیشو بگم درسش بدم؟ نه درس نمیدم، ولی ساختار کلی بعضی از قسمتاش رو خواهم گفت. سطح سوالات مطالعات نمونه دولتی بیشتر یا تیسوشان؟ قطعاً سطح تیسوشان خیلی قوی تره. 13 تا 24 رو تدریس نخواهم کرد، تدریس نمی کنم. من بچه ها موضوعی قراره کار بکنم، مثلا موضوع نقشه ها، موضوع خط زمان و توالی زمانی، موضوع اصطلاحات مهم کتاب ها، من قراره رو اونا متمرکز بشم، اصلا تدریس درس رو نخواهم داشت، یعنی اصلا بر نمیگرم که درس بدم. در چه چیزی سینا قبول میشید یا قبول نمیشید؟ قبول میشید یا قبول نمیشید؟ یکم ببخشید، من معذرت میخوام. امکانش هست من یکم چت رو بیام پایین تر؟ بله بله. تست وابسته به، در واقع وابسته به اون جلسه و اون مبحثی که میگم، نمونه تست رو یه چند تا نمونه ازش حل میکنیم. بیشتر خیلی دوست دارم که با شکلای متفاوت تست آشنا بشین. قطعا کتابهایی رو هم معرفی میکنم که تستای خیلی خوب داره تو زمینه کاری خودم. ببین سینا، اگر شما برای آزمون استعدادهای درخشان میخوای بخونی و اگر توی این شاخه، یعنی تو شاخه‌های دیگه خوندی و این شاخه هنوز نخوندی، بله امکان قبولیت هست، یعنی اگه فشار بیاری و در واقع تو این جمع هم بخونی، بله امکان قبولی داری. ولی باید خب دیگه بجنبی دیگه، این نیست که ول بکنی و با استعداد ساعت کم این اتفاق بیاد، باید قشنگ فشار بیاری به خودت و این مدت رو خیلی محکمتر بخونیم. بله تمرین تستی قطعا داریم. ما یک آزمون داریم به نام خلیج فارس، عضو مدارس برتر. من نمیدونم چیه، من اصلا اینو نمیدونم چیه. یکی بچه ها پرسیده بود شما تو استعداد درخشان بیشتر کار میکنی یا نمونه دولتی؟ من هر دوتا، خودم شخصا که دارم استعداد درخشان کار میکنم، ولی تو زمینه پرسش ها دارم تو هر دو زمینه کار میکنم من، ولی بیشتر تو حوزه استعداد درخشانه. بچه ها کتاب اگر قرار باشه معرفی کنم، فقط بهتون ساندویچ دروس رو معرفی میکنم، هیچ کتاب دیگه به دردتون نخواهد خورد بچه ها. یه کتاب به هم درد همه درساتون هم میخوره. یه کتابی هست به اسم ساندویچ دروس. ساندویچ دروس اصلا کتابی نیست که تألیف شده باشه، خود تحلیل آزمون های دوره های قبله، اینو انتشارات علامه حلی منتشر کرده.
بله 100% سید مهدی این کار خواهم کرد. سید مهدی گفته که لطفا دروس مهمتر و غیر مهم رو هم بگید، ممنون میشم که بیشتر وقت بذاریم. بله کاملا این رو در دوره خواهم گفت. مثلا مبحث نقشمون که مبحث نقشه رو که بگیم، من میگم این درس ها نقشه، این درس ها بسیار مهم است. مبحث توالی زمانه بگم، این توالی زمان ها بسیار مهم است. کلا این درس ها برای این نوع آزمون بهتره بخونیدش. من یه صفحه ای رو در انتهای دوره به بچه هایی که میخوان آزمون استاد درخشان یا نمونه دولتی بدن در اختیارشون خواهم گذاشت. صفحه در واقع اطلاعات مهم این آزمون هاست، اون صفحه رو بخونن دست کم 7 یا 8 تاشو اگر درساشو بخونید، نه که اون صفحه تنها رو بخونید، اون فقط کلید راهنمای یعنی آدرس هاست. اون آدرس ها رو بخونید دست کم 7 تا 8 از پرسش ها رو خواهید زد از 10 تا. در درس من سینا تو باید در دست کم روزی بتونی یکی از آزمون ها رو بزنی دیگه، یکی آزمون 10 تایی رو باید بزنی، یه آزمون 10 تایی رو دست کم باید بزنی، ولی خب متنوع دیگه. بیشتر پیشنهاد میکنم بخونی، از متنت بخونی و بر متن مسلط بشی. کلید واژه‌های آخر فصل بله قطعا مهمه مائده، قطعا مهمه. اسم کتاب چی بود؟ اسم کتاب براتون می‌نویسم. اسم کتابمون من یه کمی بدم بالاتر که جداگونه بنویسمش. یه کتابی هست بچه ها، من فکر میکردم قبل از بعد از عید در بیاد، خوشبختانه قبل از عید در اومد، ولی یه دفعه ای. اسمش ساندویچه، اسم کتابش ساندویچه دروسه، انتشارات علامه هلین رو منتشر کرده، انتشارات علامه هلین منتشرش کرده. ببینید بهش اسم، اصلا ادعای این کتاب و ادعای درستیه تقریبا، میگه که ببینید فراتشریحیه، تحلیل فراتشریحی تستای، فراتشریحی آزمونهای سمپاده، برای سمپاد این به درد میخوره ها. تمام آزمونهای سمپاد کشوری رو اومده فراتشریح کار کرده. یه کتاب نزدیک 400-500 صفحه است و اومده مثلا میگه آزمون سال 93-94 این ویژگی ها رو داشته. مثلا میاد تو درس من میگه این تست چجوریه، نصف صفحه مثلا در مورد اون تست صحبت شده. بقیه خیلی کاربردی نیست بچه ها. مثلا فلان مؤسسه برداشته، من خودم برای خیلی مؤسسه سوال در میارم، ولی کاربردی برای استاد درخشان خیلی نیست. مثلا من برای برای مؤسسه خیلی سب سوال در آوردم. مؤسسه خیلی سب اصلا انتظارش این نیست که من فقط برای سمپاد سوال در بیارم. میگه آقا سوالای خوب که بچه‌ها بتونن تست بزنن بله هستش. بچه‌ها آزمون‌های کتاب نیست، ولی آزمون‌های گاج هم یه مجموعه داره گاج به اسم آزمون‌های گاج، اصلا تو کتاباش نیست. یه سمه مجموعه آزمون میگیره گاج. در درس من خیلی آزمون‌های خوبی هن. در درس من خود آزمون ها خیلی عالی هست، یعنی خیلی خوب طراحی شدن، خیلی دقیق هست. بقیه شونو اصلا نمیدونم، مثلا نمیدونم برای چه اساسی طراحی شدن، اصلا با استاد درخشان ارتباطی ندارن تقریبا. مثلا آزمون های برای درس های عادی تون اگر میخواییم، برای مثلا میخواید که با نمونه سوال آشنا بشید، مثلا مؤسسه گزینه دو یه بانک سوالات خیلی خوب داره، یا مثلا مؤسسه لرنیتو یه بانک سوالات خیلی خوب داره، اونجا نمونه سوالای خیلی خوب ببینید. یا مثلا یه مؤسسه هست به اسم مونتا، به اسم مونتا اون مثلا نمونه سوالات خیلی خوب داره. بچه این جلسه ضبط میشه ها، نگرانش نباشید. 31 استانونی برای نمونه دولتی و اینا بد نیست، ولی برای استاد درخشان اصلا خوب نیست اصلا. بله از تموم بشه میپرسن. قلمچی هم فقط برای نمونه دولتی اینا خوبه، ولی برای استاد درخشان اصلا. بله گاج از همه دروسش سخت‌تره به خاطر اینکه به شدت شبیه آزمون ورودیه. کسرا به شدت شبیه آزمون ورودیه. یعنی بچه ها اگر آزمون‌های گاج رو بزنید خیلی شبیه آزمون ورودیه. خیلی اصلا شبیه ساز. پارسال فکر کنم از 10 تا سوال آزمون استاد درخشان 6 تاش با مال گاج مشابهت داشته. بعضی از مدارس هستن مثلا تو تهران، مثلا البرز مدرسه خیلی خوبیه، فکر میکنم مثلا مدل آزمون گرفتنش متفاوته. من خیلی در جریان ریزه کاری های آزمونش نیستم، مثلا میدونم که
مثلا مدرسه نیکان جدا برای خودش میگیره، آزمون میگیره تو پسرونه ها، یا مثلا مدرسه خرد تو دخترونه ها که مدرسه خیلی خوبه، اصلا جداگونه برای خودش آزمونش رو میگیره. ولی یا مثلا یه مدل دیگه ای دارن، یا مثلا مدرسه مفید مثلا یه مدل دیگه ای آزمونی داره. اینا اصلا مدرسه که خودشون آزمونای شخصی خودشونو میگیرن، اونا رو دیگه باید با مدل خودشون آشنا بشید. ولی تو نمونه دولتی ها معمولا آزمون یکیه، یه مدل داره که خب شما یه مدلشو آزمون میدید با همین شیوهی که بهتون گفتم، سمپادم که تکلیفش معلومه. کتاب گاج نیست متین، متین کتاب گاج نیست، آزمون های گاجه، آزمون های گاجه. اصلا تو کتاب نمیارنشونا رو، به هیچ وجه تو کتاباشون نیست، به اسمش بخش آزمون هاست. گاج یه بخشی داره به اسم آزمون های گاج، شما باید ثبت نام کنید و آزمون ها رو میدادید، یعنی اینا مهلت به مهلت، یعنی بره به بره آزمون میگیرن. نمیدونم کجا میتونید اون آزمون ها رو تهیه کنید، یا بانک آزمون دارن یا هرچی دارن، اینو نمیدونم. ولی من چون آزمون ها رو دیدم و بعضا بعضیاشو خودم نشستم حل کردم، دیدم آزمون‌هاش بسیار آزمون‌های خوبیه و کم غلطه، خیلی هم به استعداد رخشان نزدیکه. برای درس من نمیدونم، اصلا نداریم توی استعداد رخشان. برای نمونه دولتی همین سبز و خیلی سبز و اینا کتابای خوبی چاپ کردن برای نمونه دولتی، تو درس من هست. مال خیلی سبز عالیه، کتاب گاج خیلی خوبه، ولی برای استعداد رخشان بچه فقط همین ساندویچ دروس پیشنهاد میکنم، بقیهش اصلا. ساندویچ دروس بزنید خیلی خوبه، کتاب بسیار خوبیه، تو درس های مختلفش خوبه، تو ادبیاتش که من دیدم، تو مطالعاتش رو دیدم، هدیه هاش رو دیدم، همین پیام های آسمانی رو دیدم، خیلی خوب بود. معلم های ریاضیش رو میشناسم و دیدم و خیلی خوب بود. تحلیلیش خیلی خوبه، کتاب تحلیلی بسیار خوبه. نه تو این جلسه نمیذارم، اون جلسه آخره، جلسه آخر بهتون رو میدم سید مهدی، اون صفحه‌ای که گفتم برای جلسه آخر فقط برای بچه‌ای که میخوان استاد درخشان برن. ساندویچ هوش نیست، اسمش ساندویچ دروسه. ساندویچ ها دوتا هن، یه ساندویچ هوشه یه ساندویچ دروسه. ساندویچ هوش آقای نبی‌زاده در آورده، کتاب خیلی خوبیه، اون برای بخش استاد تحلیلیه. ساندویچ دروس برای استاد تحصیلیه. بسیار خوب بچه‌ها، برای اینکه یه بخشی هم درس داده باشم من، بیایم سر وقت بخش مطالعه مختصات جغرافیا، نقشه جغرافیایی. خب بسیار یکی از مهارت‌هایی که من ندیدمش، سمپادیومو ندیدم، نه به درد نمیخوره امیر محمد، آیکیو به درد نمیخوره، برای درس من به درد نمیخوره، تو درس دیگر نمیدونم، تو درس من به درد نمیخوره. در کل در دوره من بچه‌ها غیر از این جلسه 5 جلسه، این جلسه صفره، یعنی میشه کلاسینو بخش مطالعات اجتماعی جلسه صفر، ولی توی جلسه دیگه من 5 جلسه دارم که کاملا از امروز حالا نیم جلسه شروع میکنم درسشو بدم تا به جلسات دیگه برسیم. ما تقریبا یه نیم ساعتی زمان داریم که من توی این تقریبا کارم انجام میدم. خب سلام سلام. خب یکی بچه ها نوشته آقای من ببخشید، یکی بچه ها نوشته صدا برای سه ردیفه. بله خب فکر کنم بچه ها اول فصل فکر کنم صدای دستگاه خودت یه ایرادی داره. بچه ها یک نکته ای که دیگه چت نکنید که من بتونم یکم متمرکز باشم روش، یک مهارتی که شما فرقی نمی کنه بخوای چه آزمونی بدید، چه آزمون استعداد رخشان، چه نمونه دولتی، چه خود آزمون همین نهاییتون رو بدید، باید داشته باشید، باید داشته باشید، مهارت در واقع دونستن نقش است. خیلی از شماها تو مدرسه ها، هم تو مدرسه ها هم تو جاهای دیگه، بسیار بسیار کم نقشه کار میکنین و اطلاعات کلیتون روی نقشه پایینه. این اتفاق وقتی رقم میخوره، یعنی ایراد کار رو ما میفهمیم، یعنی من معلم و بسیاری از معلمای همین مطالعات میفهمند که کافیه من فقط به شما سوال نقشه‌ای بدم.
خیلی از شماها در واقع چیز ندارید، یعنی تسلطی روی نقشه ندارید. من معذرت میخوام، این صفحه من یکم من دست میذارم کوچیک بود، اگه بشه فیکس بشه روی صفحه ممنون میشه. همین تک صفحه من بزرگ بشه روی صفحه، یعنی فیکسش کنیم یکم روی صفحه. عالیه. بیایمش یکم پایین تر، فقط من بالاشم داشته باشم. نه بالای نقشم رو داشته باشم. بازم میشه یکم بزرگتر بشه که این کادر نقشم رو داشته باشم. آه من این آقیه این کارو کردم یکم. آه الان هی بزرگ و کوچیک میشه اطراف، ولی خوبه، همین الان خوبه. خب عالی، دست شما در نکن. ببخشید بچه‌ها، چون من خواستم این فیکس بشه کاملا رو نقشه، یکم سخته، یکم همه جوانه میشه در نظر بگیم. ببینید، داشتن دید کلی نسبت به نقشه برای شما واجبه، واجب الواجباته، یعنی در مطالعات اجتماعی باید این دید وجود داشته باشه. نکته ای که هستش، باید پدیده های طبیعی رو روی نقشه بدونید که بعداً بتونید پدیده های انسانی رو هم باش مطابقت بدید. یعنی چی؟ مثلا اینکه من میام میگم که مردم مثلا شبه جزیره بالکان توشون مسلمون داریم. ببینید، من از یه اصطلاح استفاده کردم، میگم مردم شبه جزیره بالکان. این یک جای جغرافیایی خاصه. مردم شبه جزیره، شبه قاره هند اکثرا مثلا رنگ پوستشون قهوه‌ای رنگه یا تیره هستن. تو باید بدونی شبه قاره هند کجاست. یا مثلا میگم که یکی از اتفاقایی که در مورد جدا شدن آسیا و اروپا افتاده، منطقه دو تنگه بوسفور و داردانله. تنگه بوسفور و داردانل دریای مرمره رو وصل میکنن به در واقع دریای سیاه و از این ور از سمت جنوب وصل میکنن به دریای اژه. ببینید، من دارم از اصطلاح جغرافیایی صحبت میکنم در موردش. یکی از اتفاقایی که میفته اینه که شما اگر این اطلاعات پایه رو نداشته باشید، که من کاملا مطمئنم شما با یک نقشه‌ای که رو دیوار اتاقتون نصب کنید کاملا این رو بهتر از منم یاد خواهید گرفت، چون سن و سالی ندارید و قشنگ فقط یه بازی باید باش بکنید، خیلی خوب خواهید یاد خواهید گرفت و کمتر از چند ساعت ها خیلی از اطلاعاتش رو به دست می بازی کنید باش. میری میبینی یه جا مثلا تو ذهنت بیاری، یا با یه نفر مثلا در واقع بازی جغرافیایی بکنید، بگردید پیدا کنید، یه جایشو علامت بزنید، تصور کنید دارید اونجا مسافرت میرید. البته خیلی الان گرون شده بعضی از این جاها مسافرت رفتن. ببینید، با همین بازی‌ها و اینا میتونید درش بیارید، اطلاعات پایه‌ایتون رو نسبت به اینا قوی کنید. این اطلاعات پایه‌ای کمک میکنه در مطالعات، این از شما خواسته خواهد شد. یعنی حالا در امسالتون که میگذره، سال بعد که دهم هستید، شما دوباره باز بخش جغرافی دارید، در سال 11 کتاب تاریخ دارید که کاملا مثلا میگه که فلان جنگ در منطقه مثلا شبه جزیره عربستان، در غرب شبه جزیره عربستان نزدیک به دریای سرخ اتفاق افتاده. یعنی واقعیت اینه که بعضی اصلا پرتن روش، مثلا میگه شبه جزیره عربستان کجاست، مثلا یه چیزی تو آمریکا رو داره نشون میده، میگه این چه شبه جزیره عربستانه، اینقدر دیگه پرت نمیشی روش. این کلیت ماجراست، یعنی باید یه دید کلی داشته باشه. بچه ها، این در حد اطلاعات عمومی شماست. حالا دوست داری یا دوست نداری، این چیز کمک کننده است، بهت کمک میکنه بعدها پرت نزنی. داری متن ادبی میخونی، مثلا داره میگه که در مورد یه داستانی هست، مثلا داره در مورد شیلی حرف میزنه توش، مثلا میگه آقا این فلان مثلا در مورد این در شیلی بوده، او در مثلا منطقه سانتیاگو در مثلا شیلی داشت فلان کار رو میکرد. بعد میگه شیلی کجاست، اصلا منطقهش رو نمیتونه حدس بزنید و این خوب نیست. اصلا میاد مثلا منطقه نزدیک ژاپن نشون میده، در صورتی که ژاپن شمال تقریبا میشه شرق و به سمت شمال شرق آسیا، شیلی تقریبا جنوب غرب آمریکاست و به سمت جنوبه.
آمریکا جنوبی قسمت جنوب غربیش مثلا میشه شیلی، که یه کشوری که در عرض جغرافیایی گسترده شده. ببینید این اصلا یه چیز متفاوته، نمیتونی تشخیص بده. این در حد اطلاعات عمومی. یک راه خیلی ساده خیلی خوب هم داره، گفتم بهترین حالتش اینه که یک نقشه جغرافیایی بهتره که حالا طبیعی سیاسیش مشترک باشه رو دیوار اتاقت باشه. ماشاءالله خب همتون دارین از هزینه های زیاد میکنید، یه نقشه واقعیتش اینه که خیلی کمکتون خواهد کرد، خیلی کمکتون میکنه. حالا روی نقشه بهتره که یک دو تا خط رو شما همیشه به یاد بسپارید، یعنی روی نقشتون دو تا خط رو حتما داشته باشید. یه خطی که از در واقع کره زمین رو به دو قسمت شمالی و جنوبی تقسیم میکنه که ما بهش خط استوا میگیم، یعنی این خط که ما بهش استوا میگیم، و یک خطی که در واقع به صورت از شمال به سمت جنوب میاد، یک خطی که از شمال کره زمین به سمت جنوب کره زمین میاد که ما به این خط خط نصف النهار مبدأ میگیم. این دوتا خط رو شما باید حتما به یاد بسپارید. ما بر اساس این دوتا خط، یعنی خط استوا و خط نصف و نهار مبدأ، چهار قسمت تولید میشه، یعنی چهار تا قسمت. من قسمت هامو اسم میذارم. خب ببینید این نیمه شمالی من میشه، یعنی از این خط استوا به سمت شمال میشه نیمه شمالی، که حالا اگه من میخوام انگلیسی اینو اسم بذارم، مثلا میذارم N، بخش شمالیمو اینوری من میذارم N، فرق نمی کنه این شمالیمه. خب بر اساس نصف و نهار مبدأ، اونی که سمت راسته شرقیه، اونی که سمت چپه غربیه. این جنوبیمو میذارم S، فرقی هم نمی کنه، در دو طرفش S. اینی که قسمت سمت چپه غربه که انگلیسیش میشه W، اینم میشه W. اینی که سمت راسته میشه E، یعنی شرق، این هم شرق. لازمه که شما این چهار قسمت رو بشناسید و از همش مهمتر این قسمت رو بشناسید. این نقطه‌ای که این وسط هست، این نقطه‌ای که الان در این قسمت دارید، بچه نقطه بسیار مهمیه. حالا من در کلاسام با عنوان نقطه بی ازش یاد میکنم، بعضن بهش میگم نقطه بی. بی به نظرم یعنی اسمی که براش میذاریم، یعنی نقطه بیس، نقطه اصلی، نقطه مرکزی. این نقطه بیس ماست، نقطه مرکزی ماست. اگر بتونید این چهار قسمت رو تو ذهنتون بسپارید، یعنی نقشه جهان رو به اینجوری بسپارید تو ذهنتون، کافیه. این میشه قسمت غربی آفریقا که محل تقاطع این دوتاست، جایی که چهارراه ما شکل میگیره، یعنی جایی که خط استوای ما و خط نصف و نهار ما برخورد میکنن. چهار قسمت میشه، میشه NW، NE، SW، SE، یعنی جنوب، جنوب غرب، جنوب شرق، شمال غرب، شمال شرق. این خیلی کمکتون میکنه، یعنی این نقطه کمکتون میکنه که دید کلیتون رو نسبت به نقشه جهان تقویت کنید. خب این از این. بچه این رو حالا روی کره زمین میتونی این کار بگو، ولی نقشه خب برای شما فعلا نقشه لازم تره. من همینو میبرمش روی، ببخشید من یکم آب بخورم بچه ها. میخوام همین رو روی نقشه دیگه ای به شما یادش بدم. ببینید این همونه. البته بچه هایی که با من قبلا کلاس داشتن اینو دیدن دیگه. خب ببینید این همونه، این همون کاری که من الان انجام دادم، یعنی اومدم این تقسیم کردم، گفتم شمال، جنوب، غرب، شرق. من این کار کردیم روش، یعنی این شد NW چون شماله و قسمت غربیه، این شد
ان ای، اینجا شد اس ای و این قسمت شد اس دبلیو. و نقطه مرکزیمون هم که بهتون گفتم اینجا بود که نقطه بیمون اینجا قرار میگرفت، یعنی نقطه بیسمونه، پایمونه. نقشه شما در واقع از این مستطیل خارج نمیشه اگر بخوایم نقشه ای باش برخورد کنیم. حالا کره خب داستانش یکم متفاوته و یکم ساختارش فرق داره. این کلیت ماجرایی که شما باش روبرویید. حالا من اگر بخوام همینو منتقل کنم مثلا روی نقشه دنیا، اگر اینو بخوام منتقلش کنم روی نقشه جهان، ببینید این روی نقشه جهان منتقل بشه، دقیقا این میشه همون نقطه مرکزی من، یعنی همون نقطه بیس من، این بی منه. باز دقیقا جایی در جنوب در غرب آفریقا میشه که اینجا میشه نقطه بی من. خب چهار تا خط منم، یعنی چهار قسمت منم که اینا شد، یعنی میشه این به اضافه حالا اینی که به سمت چپ و راست کشیده میشه توسط خط استوا دیگه، یعنی خط استوای من اینو کامل میکرد. ببینید الان اینم چهار قسمت من، N W N E S E و S W. خب میدونین که بچه ها این S و اینو اینو همشون اسمای خاص جغرافیایی هن، یعنی همون شمال جنوب اینا. ببینید مدلش این میشه، یعنی اگه من بخوام بنویسم، اگه بخوام بنویسیمش اینجوری میشه، در واقع انمون میشه انمون میشه شمال، اسمون میشه جنوب، ایمون میشه شرق، اول هر کلمه هم دیگه دبلیو اونم میشه غرب، در واقع میشه نورث، ساوت، ایست و وست که همه اینا رو داخلش داره. اینا رو با هم جمع کنیم، اینو ایو دبلیو اسمون رو با هم جمع کنیم، کلمه نیوز رو برامون میسازه که همون اخباره که یا خبره که در واقع یعنی شرق، غرب، جنوب، شمال، که از یعنی از همه جا شما خبر رو برسونیم. بله یلا دقیقا نقطه بیسمون، نقطه مبدا نیست، نقطه بیسی که ما در نظر میگیم به صورت قراردادی خودمون داریم در نظر میگیم، محل تقاطع دوتا خط نصف نهار مبدا و خط استوا رو که در نظر بگیرید میشه یک جایی توی غرب آفریقا، یعنی میشه خلیج گینه. ما به اینجا میگیم خلیج گینه، اسم اینجا خلیج گینه است. این نقطه صفر شما باید باشه، صفر صفر از نظر مختصات، صفر 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 بیسه شما بر اساس اون چهار قسمت در نظر بگیرید. حالا من از شما میپرسم، به من بگید، الان تو چتتون بنویسید، به من بگید ژاپن تو کدوم یکی از این چهار تا قرار میگیره؟ ژاپن قاعدتا تو کدوم قرار میگیره؟ بنویسیدش الان. آباریکلا. آها باریکلا مهدیه، باریکلا متین، علیرضا عالی، عبدالله عالی، خیلی هم عالی، آفرین، کاملا درسته، کاملا درسته. بچه این ژاپنه، اینجا ژاپن ماه، یعنی اینجا ژاپنه، این ژاپنه. خب به من بگید که، خیلی ممنون مهندس عالی، ابوالفضل عالی، متین خیلی عالی، عالی عالی، باران غلطه، باران غلطه، رضا غلطه. خب حالا به من بگید کشور استرالیا تو کدوم قرار میگیره؟ یکم بعدا سخت‌ترش میکنم و کشور استرالیا تو کدوم قرار میگیره؟ آها باریکلا، بعضی غلطه ها، بذار من ببینم. ابوالفضل عالی، علیرضا عالی، باران غلطه، مهدی عالی، رها عالی، نه رها غلط، فاطمه عالی، فاطمه درسته، دوباره درستش کردی، متین درست، باریکلا باریکلا. بله بخش ای قسمت جنوبی، این استرالیاست بچه ها، یعنی اینجا ما استرالیا رو داریم. ببینید ما اینجا استرالیا رو داریم، این استرالیا، اینجا استرالیا است. من فقط دیمان با کدومش بذارم که رنگش بهتر بشه انتخاب بکنم، من کدومش بذارم رنگش رو این نقشه من بهتر بشه.
مثلا با آبیه بسنیم ببینیم چه جوریه. مثلا اینجا مثلا استرالیا است، اینجا ژاپن بود. خب به من بگید که میخوام سخت‌ترش کنم. کشور مصر تو کدومه؟ کشور مصر. آها، بارک الله عبدالله، آفرین، عالی. نه که نوشتی تا الان عالی، آریان همه عالی، بارک الله. NS امیر محمد، NS یعنی هم شمال هم جنوب همزمان. تو باید یه شمالی جنوبی بدی، یه شرقی غربی بدی دیگه. NW غلطه بچه ها. بله بارک الله. اونا که میگن N ایه درسته بچه ها. اینجا مصره، مصر تو شمال شرقی آفریقا قرار داره. به من بگید که کشور برزیل تو کدوم هست؟ البته برزیل دوگانه است، عمده برزیل تو کدوم هست؟ برزیل باریکالله متین. آها باریکالله، عالی. متین کاه عالی هر دوتا رو نوشته S-W N-W دقیقا درسته بچه ها. چون برزیل تو هر دوتا قرار میگیره، بخشش تو نیمه شمالی هم قرار میگیره، ولی عمدهش تو S-W یعنی اومده قسمت جنوبی قرار گرفته، باریکالله. خب حالا بچه ها ببینید، شما الان کشور رو میشناسید، باید بتونید بعضی از پدیده های طبیعی رو هم بشناسید توش. یعنی بعضی از پدیده های طبیعی مثل قاره ها، مثل چیزا، مثل تنگه ها، کانال ها، اینها. این که میگم نگاه کلی بچه نسبت به نقشه داشته باشید اینه. حالا من نقشه رو میخوام حذف کنم، نقشه رو از اینجا حذف کنم، ببینم شما میتونید تشخیص بدید اینو نگاه کنید. نقشه رو حذف کردم. خب آره متوجه شدم یالا. بله آره. یک سوال، اگر من بخوام نقشه رو حذف کنم و بپرسم از یکی از بچه ها بپرسم، و حالا یا کلی بپرسیم، من بگم که بچه ها قاعدتا مثلا بگم که کشور کانادا تو کدوم یکی از اینا قرار میگیره، میگین کدوم؟ من نقشه رو حذف کردم. آها عالی، آها چرا باران نمیفهمیدیش؟ همینجوری از خودت داشتی میگفتی؟ عالی همگی عالی. NW دقیقاً اینجاست. کشور بلژیک تو کدوم هست؟ کشور بلژیک سخته. آها عالی. چرا متین؟ دوگانه است. آها NE. آها خیلی خوب. کشور بریم یه دونه کشور دیگه، کشور شیلی روی قرارش بدین. کشور شیلی خیر. NW نیست، NW یعنی شمال، شیلی شمال نیست اصلا. آها کمک، عالی مهدی، عالی باریکالله. دیگه اومد این جنوب، اینجاست، این شیلی تو این قسمته، S-W. باید بتونید بچه ها تشخیص بدید ذهنی، اگر ذهنی تشخیص بدید این خیلی عالیه که ذهنی بتونید تشخیص بدید. پدیده ها هم مهمه، فارغ بشیم از نقشه، لازمه که بعضی از پدیده ها رو بشناسید، بعضی از اصطلاحات رو بشناسید، بعضی از پدیده ها رو بشناسید. کسی از خانوما و آقایون میدونه که مرز زمینی آسیا و اروپا چه پدیده ایه؟ مرز زمینی آسیا و اروپا چه پدیده ایه؟ خیر، کوههای آرارات نیست، باریکالله. رشته کوه اورال، عالی. مائده عالی.
هیمالیا اصلا، رشته کوههای اورال مرز زمینیه. کسی میدونه حد فاصل قاره آمریکا و آسیا چه تنگه‌ای قرار داره؟ چه تنگه‌ای حد فاصل آسیا و قاره آمریکا قرار داره؟ باریکلا عبدالله، تنگه برینگ. باریکلا امیر محمد. اوراسیا اسم قاره آسیا و اروپا که رو هم جمع میشه محمد میشه اوراسیا، یعنی اروپا آسیا، ولی تنگه برینگ باید اینا رو بدونید روش. کسی میدونه این پدیده جغرافیایی که من میگم کجاست؟ کوههای کلیمانجارو تو کدوم قارن؟ کلیمانجارو میدونه تو کدوم قارن؟ باریکلا آفریقا، باریکلا. آمال بعضی از بچه ها داره تازه میاد چیزش. آها باریکلا آفریقا، خب خیلی عالیه. بله باید به یاد داشته باشید بچه ها. اونایی که به خصوص بر استاد درخشان و نمونه دولتی هست اینا میاد توش. نه قاره آفریقاست. کسی از شما میدونه که ساوان، منطقه جغرافیایی ساوان یعنی زیست بوم ساوان تو کدوم قاره شکل میگیره؟ آها چون یه طرف از خود من دارم میبینم. باریکلا متین، مائده، عبدالله، امیر محمد، عالی، باران، عالی، علیرضا. بله آفریقا، بله عالی. باید اینو تشخیص بدید. کسی میدونه ناحیه آب و هوایی یا زیست بوم تایگا مربوط به کدوم قاره هایه؟ تایگا کدوم قاره ها رو در بر میگیره؟ تایگا زیست بومیه که حالا درختای مثل کاج و سرو و سوزنی برگا هستن. به هیچ وجه استرالیا رو در بر نمیگیره، آفریقا رو به هیچ وجه در بر نمیگیره، چون اصلا کاج ندارن با این مفهوم. آها آمریکای شمالی، باریکلا مائده، آمریکای شمالی، شمال اروپا، شمال آسیا. آفرین بر تو مائده، خیلی کامل. باریکلا امیر محمد، عالی. ببینید این کلیتی که باید فرقی هم نمیکنه امتحان نهایی میخوای بدی چیز میدونم، باید این اطلاعات کلیت داشته باشه، اطلاعاتی که خب تو کتابتون وجود داره، خیلی هم درسته، یعنی اطلاعاتش خیلی خیلی درسته. بچه این نگرش کلی نسبت به نقشه است، نگرش کلی داشتن نسبت به نقشه است. حالا وقتی میتونی نقشه رو تو ذهنت بیاری، کمک میکنه به اینکه هوش فضایی خودت هم قدرتمند کنی. بچه انسان ها چندین نوع هوش دارن، یک بخشش هوش دیدی فضایی که این خیلی کمکتون میکنه. توی آزمون‌های استاد درخشان پرسش‌های از این دست زیاده. پرسش‌هایی که از نقشه به صورت کلی میاد بسیار زیاده. برای مثال مثلا پرسش میاد که میگه کدوم یکی از، در واقع پرسش اومده بود که یه تفاوتی رو اومده و توضیح داده بود. من یه چیزی رو براتون توضیح بدم، شاید برات خودتون جالب باشه. بچه‌ها ببینید کانال و تنگه دو تا پدیده جغرافیایی کاملا مختلفن. لطفاً چیزی دیگه چت نکنین. ببینید کانال و تنگه دو تا پدیده جغرافیایی کاملا متفاوته. هر دو خب با آب ارتباط دارن، مثل مفهوم میدان و فلکه. یه اشتباهی که حالا از نگاه علمی وجود داره، مثلا میگن که مثلا میری یه جا مثلا میگن میدان نقش جهان، خب درسته، ولی خب مثلا بگی میدان آزادی توی تهران غلطه. میدان آزادی میدان نیست، اون یه فلکه بزرگی که ماشین داره رد میشه. میدان مفهومش جاییه که خب آدم توشه، معمولا هم چارگوش یا چنگوش ساخته میشه، دایره‌ای خیلی ساخته نمیشه. ولی خب فلکه جاییه که معمولا ماشین ازش رد میشه. اکثر جایی که ما بهش میدان میگیم معمولا فلکه هم. توی جغرافیا هم یه تفاوتی بین کانال و تنگه وجود داره. کانال دستکند انسان، یعنی آدم کندتش، مثل جوب آب بزرگه. ولی تنگه در واقع جایی که طبیعت حالا خودش داره به صورت دره‌های طبیعیه، که دره‌های قدیمی طبیعی بوده تو دوره‌های کوهزایی، که این بعدن که خب آب اومده و اینا رو تو حد فاصلش رو پر کرده، مثل تنگه هرمز که این اتفاق افتاده که آب خلیج فارس وقتی متصل شده به آب دریای عمان این تنگه رو پر کرده و خب این اتفاق افتاده. کانال مرز به حساب نمیاد، یعنی مرز دو تا قاره به حساب نمیاد، دو تا قاره رو از هم جدا نمیکنه، ولی تنگه این کارو میکنه بچه‌ها.
این سالها مورد پرسش تو آزمون‌های مختلف بوده. برای مثال من مثلا میگم که تنگه برینگ عامل جدایی کدوم قاره ها با همه؟ اینو شما بنویسید. عامل جدایی کدوم قاره ها بود؟ تنگه برینگ. آباریکلا. آمریکا و آسیا، باریکلا. آمریکا و آسیا رو از هم جدا میکرد. تنگه جبل و طارق کدوم ها رو جدا میکرد؟ جبل و طارق کدوم ها رو جدا میکرد؟ تنگه است، کانال نیست. آفریقا و آسیاش اشتباه نوشتی. آفریقا رو از کجا جدا میکنه؟ آفریقا و آسیا اصلا تنگه بینشون نیست. تنگه ای که هست تنگه متفاوته که تو جنوب غربش، جنوب شرقش. آفرین، آفریقا و اروپا رو از هم جدا میکنه که اصلا تو منطقه شمال غرب آفریقا قرار داره. نکته اینا تنگن. خب این کاملا طبیعیه و طبیعیه و کلا مرز طبیعی جدا شدن قاره هاست. اما وقتی میگن کانال، چون آدم کندتش، مثل اینکه مثلا بگم جوب کوچه شما محلتون از هم جدا میکنه، همچی کاری نمیکنه. خب جوب یه چیزی که انسان درست کرده، کانال هم همینه. ما چند تا کانال خیلی معروف داریم، مثل کانال مثلا سوئز، کانال مانش، کانال پاناما. اینا مرز به حساب نمیاد. مثلا پرسشی که اومده بود این بود که کدوم یکی از این پدیده های جغرافیایی مرز خشکی دوتا قاره هستن، که تو آزمون ها اومده بود، حتی تو آزمون های نهایی همچین چیزی اومده بود که کدوم مرز خشکی جدا شدن دوتا قاره است، نه اینکه حالا دوتا کشور، که مثلا بچه ها خب اکثرا روش مشکل خورده بودن چون این تعریفه رو یادشون رفته بود که کانال رو انسان کنده و مرز به حساب نمیاد و تنگه رو نه طبیعیه و خب اون مرز به حساب میاد. یه چیزی شبیه بچه کانال پاناما که اصلا کنده هم نشده. کانال پاناما یه پدیده منحصر به فردیه که کشتی رو میره، خب کانال پاناما خیلی مهمه، اقیانوس آرام رو به اقیانوس اطلس وصل میکنه از وسط آمریکا، کشتی رو عبور میدن از روی کوهستان، یعنی کشتی میاد این ور کانال وای میسته، میخواد از اقیانوس آرام مثلا بیاد به اقیانوس اطلس، مابنش یه کوهستان وجود داره، فکر کنید سر من اون کوهستانه، این کشتی رو میارن خورد خورد اینجوری ردش میکنن، میاد رو کوهستان، از این ور کوهستان میاد پایین. خیلی عجیبه، با آب این کارو میکنن، یعنی با ویژگی های آب که هی آبو میارن بالا تو سطوح مختلف، کشتی رو اون سطح آب قرار میگیره میاد بالا، دوباره دریچه ها رو میبندن میاد بالا. در موردش ببینید تو اینترنت، بتونید سرچ کنید، عالیه که اصلا حتی کنده هم نشده کانال پاناما، یعنی چیزی نیست که کنده شده باشه، مرزش کاملا هست، یعنی آمریکا ها به هم وصله، برای همین میگن قاره آمریکا، یعنی از قاره آمریکا جنوب، بخش آمریکا جنوبی و آمریکا شمالی رو به هم وصل میکنن، با اون قسمت مرکزیش به هم وصله، یه تیکه به هم وصله، کل خشکی به هم وصله. باید به اصطلاحات با دقت فراوون توجه بکنید و بعد به کاربردهای جغرافیاییش هم همینطور. این کلیتی که باید در مورد نقشه ها بدونید. گفتم هم در آزمون های نهایی میاد، تو آزمون نهاییتون پرسش میدن از نقشه، برای مثال خیلی خاص مثلا جا خالی میدن، میگن برای مثال میگم، مثلا میگه که مسلمانان در کدام قسمت اروپا ساکن هستن، کاملا نقشه ایه، در جنوب شرقی اروپا، این میشه در شبه جزیره بالکان، این کاملا نقشه‌ایه و از نقشه برآمده است در آزمون‌های نهایی. در آزمون استاد درخشان خب قطعا یکم با گرایش هوش، مثل همین چیزی که بهتون گفتم، این با گرایش هوش میاد که مثلا میگه که کدوم مرز دو قاره به حساب میاد، خب تو باید بهش فکر بکنی و نمیشه بدون فکر و باید از هوشت استفاده کنی. و تو آزمون‌های نمونه دولتی هم با یه سطحی بسیار پایین‌تر از همین مدل پرسش داده خواهد شد. اگر پرسشی دارید تو این زمینه بپرسید که من حالا بخش بعدی هم یه خیلی مختصر و مفید بهتون بگم. کانال پاناما بین آمریکا بود، آمریکای شمالی و آمریکای جنوبی، تو دو قسمت آمریکای مرکزی که دو قسمت رو به هم وصل می‌کرد. بپرس لطفاً متین، بپرس داخل همین چت بپرسین چون تعدادتون زیاده. قاره اروپا هر دوتا هست، یعنی هم در این نه تو اون نیست که نوشتی، در هم در این ایه و هم در این دبلیو، بله بله کاملا درست، در قسمت شمالی کاملا درست،
در هر دو قسمت هست، توسط انگلستان جدا میشه، چون نصف نهار از انگلستان رد میشه، هم میتونه قسمت غربی باشه هم قسمت شرقی باشه دیگه. کوههای آرارات در شمال شرقی ترکیه میشن و شمال غربی ایران. کاملا خوبه مهدی، عالیه. اینو اگر بدونید عالیه. مهدی نوشته که اینکه بدونیم قاره ها و کشورها تقریبا جایی کلشون کجاست درسته، میتونیم تشخیص بدیم درسته، بله عالیه. مطالعات هشتم رو اگر میخواید برای آزمون سه درخشان بخونید باید شروع بکنید، یعنی نمیشه خیلی ردش کرد دیگه. دیگه سوال؟ بسیار خوب، بریم یک بار دیگه به این نگاه کنیم. خب برای جلسه بعد گفتم من قراره که روی این نقشه، روی همچین ساختاری و این نمودار در واقع نقشه رو منطبق کنیم، جاشو بگیم. من تا 9:20 فرصت دارم. آمدن بر اساس در واقع نقشه‌ای که نقشه های جهان اومدن یک مجموعه از شبکه ها رو روی این قرار دادن. ببینید با این ویژگی که این شبکه ها روش قرار گرفته، من اینو پاک کنم. خب ما یه جدول شبکه ها روش قرار میدیم بر اساس نصف و نهار مبدا و بر اساس خط استوا. ما به این در واقع مجموعه شبکه هامون داریم مدارها میگیم، یعنی اینهایی که به صورت افقی هستن مدار میگیم، اینهایی که به صورت عمودی هستن مثل همین نصف و نهار میگیم، منتها اونی که پایه تره رو بهش نصف النهار مبدا میگیم، که همون یا نصف النهار گرینویچ که از انگلستان داره رد میشه، از منطقه گرینویچ رد میشه و به سمت جنوب میاد. این مدارها و نصف النهارها به ما میتونن آدرس بدن، نشونی بدن. من یه نقطه رو مثلا اینجا علامت بزنم و این به من در واقع بیاد نشونی بده، که من اینو تو جلسه بعد کاملا باز میکنم، روش چند تاش تمرین میکنیم، نمونه پرسشاش حل میکنیم. فعلا نمیخوام وارد اون بحث بشم چون خب یکم طول میکشه، یکم ناقص میمونه. نکته ای که داره باید در نظر بگیرید که بچه ها این خود نصف و نهارها رو در واقع 180 درجه شرقی و 180 درجه غربی در نظر میگیرن و مدارها رو 90 درجه شمالی و 90 درجه جنوبی. این رو باید حتما بدونید، این دونستنش واجبه براتون. حالا برای همه آزمون هاتون هم این وجود داره، یعنی در هر مدل آزمونی که شما میخواید بدین این وجود داره. سر جمع دو تا 180 درجه مون 360 بهمون میده و دو تا 90 مون داره 180 میده، یعنی اینی که 180 داره بهمون میده مدارهامون در واقع میشن عرض کمترن، این عرض جغرافیایی به ما میده، این عرض جغرافیایی ما رو تعیین میکنه، و اونی که بیشتر 360 داره به ما میده طول جغرافیایی ما رو داره میده. یعنی فاصله ما نسبت به نصف النهار مبدا چون در طول گسترده شده، من این نقطم نسبت به این چون در طول جغرافیاییم گسترده شده به من طول میده، یعنی طول پراکنده شده، و اینی که به صورت عرضی پراکنده شده یعنی شمالی جنوبیه، این رو من در واقع عرض جغرافیایی میگم. این به صورت قراردادی 180 درجه شرقی 180 درجه غربی، باز به صورت قراردادی 90 درجه جنوبی و 90 درجه شمالی در نظر گرفته شده. برای راحت تر شدنش هر کدوم از این در واقع خطاش رو یا هر کدوم از اینها رو 15 درجه در نظر گرفتیم، یعنی من اگر 15 تا اینو بگیرم بعدیش میشه 30 45 همینجور میره تا آخر 60 75 90 105 میره تا 180 از این برم همینجور 15 30 45 60 75 و 90 تا 90 تا که میشه نقطه قطبی، اینجا قطب شمال، اینجا قطب جنوب، که در قطب شمال نقطه 90 ماست، قطب جنوب هم نقطه 90 ماست. ما بر اساس این شروع میکنیم به آدرس دادن و نشونی دادن. برای مثال من روی نقشه ها، روی بسیاری از نقشه ها مثلا میاد یه عددی میده، مثلا میگه که برو نقطه مثلا N C E 105 رو مثلا پیدا کن، 105 درجه رو پیدا کن. حالا یه سری عددهای دیگه هم اضافه میدن، مثلا میگن این نقطه کجاست. خب من میام بر اساس اینها میشمارم و این رو به دست میارم که هفته بعد روی این کار خواهیم کرد.
این رو کاملا منطبق میدن با، یعنی انطباقش میدن با نقشه جغرافیایی، که میگن این کجاست و شما با جای جغرافیاییش رو کاملا بر اساس این پیدا کنی. میگن این نقطه چقدر فاصله داره با نقطه صفر صفر ما، چقدر نقطه این نقطه ما مثلا با این نقطه، با این نقطه ای که دیگه ای که مثلا اینجا مشخص کردیم چه فاصله ای داره. بعد یه مقایسه میکنن، یه نقطه مثلا اینجا میدیم، آیا فاصله این نقطه با این نقطه بیشتر است یا با این نقطه، که اینا رو دیگه حالا یه سری محاسبات ریاضی داره که اینها رو باید انجام بدیم. بسیار خوب، تست رو باید توی هفته آینده رو اینا جداگونه بریم حل کنیم. توی دوره تست هشتم و نهم کار میشه؟ بله. بچه ها پرسیدن کجا آفلاین رو میذارین؟ بله، میگن که آپارات گذاشته میشه. تلگرام آیدی کانالتون رو میدید؟ من باز اینو نمیدونم. بله، جزوه هم میدیم، جزوه تو هر جلسه جزوه ها گذاشته میشه، قطعا خود مسئولی که اینجا هستن جزوه ها رو براتون میگذارن، همه این چیزهایی که گذاشتیم براتون گذاشته میشه. بله، یکی بچه هم نمیشه یا امام رضا. خب یا امام رضا، گروه واتساپی نداریم، تستایی که شما میدیم بخونیم واسه آزمون کافیه، خوبن اینا واسه آزمون خوبه، ولی من گفتم که اون کتابی که بهتون گفتم الان کاملا چاپ شده است و اون بهتره، چون اصلا آزمون ورودیه و اون از همشون بهتره چون تحلیل اونه. بله کار میشه، قطعا هر دوتاش کار میشه. سپاسگزارم. بسیار خوب، شب همگی بخیر. امیدوارم که این از قبلش بگم امیر محمد، این چیزی که نوشتید خیلی زیرکانه است، ولی من هرگز به این پاسخ نخواهم داد دیگه، و اگه کسی هم باشه هیچ وقت پاسخ نمیده. جزوه ها رو خود مؤسسه میذاره و خب جاش هم خود مؤسسه مشخص میکنه دیگه، کلاس اینا کاملا رو این چیزاش مرنظم میذاره اینا رو مشخص میکنه. منم همچنین از شما سپاسگزارم، شما هم خسته نباشید، امیدوارم که روزگار خوبی داشته باشین. تو جلسه های بعدی انشالله میبینمتون. برید به سلامت و خیر، امیدوارم که خوش و خوب و خرم باشید. خدا نگهدار.